اگه ادمین شبکه هستید یا کسی هستید که به صورت حرفه‌ای کلاس‌های مایکروسافت رو گذرونده و توی شبکه کار کرده، حتما میدونید که وقتی شما ویندوز رو نصب می‌کنید، درایوهای شما به صورت پیش‌فرض شیر شدن با یه علامت دالر ساین، مثلا سی دالر ساین، دی دالر ساین و غیره. همه درایوهای شما برای اهداف ادمین‌های شبکه شیر شده است و به صورت پیش‌فرض وجود داره. ولی اگر بخوایم حرفه‌ای کار بکنیم، درسته که اینا رو از حالت شیر در بیاریم و نذاریم شیر شده باشن. بر اساس نیازتون خیلی جاها لازمه که این کار رو انجام بدیم. اگه موارد امنیتیه، اگه فکر میکنید که مثلا پسورداتون امکان داره دست کسایی باشه و نمیخواید شیر شده باشه، چجوری میتونید این کار رو انجام بدید؟ یک کلید رجیستریه، امروز قرار بهتون یاد بدم چجوری میتونید این کار رو انجام بدید. نرم افزار وینر و تویکر هم این کار رو واسمون انجام میده که اونم بهتون نشونش میدم. با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کابینه هستم، اینجا کانال شارهای کامپیوتره و همه چیزها رو توی مقدمه گفتم دیگه. قراره یاد بگیریم چجوری میتونیم این شیرینگ رو برش داریم. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که چرا میخوایم این شیرینگ رو برداریم که من به اونا نمیپردازم. اصل قضیه اینه بر اساس نیاز شرکت، کارخونه، جایی که شما کار میکنید و مسئولش هستید، به این نتیجه رسید که نباید اون شیرها وجود داشته باشه و میخواید این کار انجام بدید. دقت کنید، اگه برید سرچ بکنید دو تا راه بهتون میگن. یه دونه اینکه این کلیده رو برید تغییر بدید و بسازیدش، یه دونه اینکه کلا سرویس شیرینگ رو از کار بندازید. من به هیچ عنوان توصیه نمیکنم سرویس شیرینگ رو از کار بندازید، مگر اینکه واقعا یه کامپیوتر نخواد شیر باشه تو شبکه اطلاعاتش، اونجا شاید برید سراغش. ولی خیلی ها رو دیدم میان سرویس رو از کار میندازن و بعد میگن چرا همه چی از کار افتاد. من هر جفتش رو بهتون یاد میدم و بدونید که آقا دقیقاً قضیه از چه قراره. پس بریم تو کامپیوتر موارد رو بهتون یاد بدم. کار با نرم افزار وینر و تویکر هم بهتون میدم که اگه نخواستید کلید خودتون بسازید، اون با یه تیک بتونه این کارو واسهتون انجام بده. اگه از این سبک محتوا خوشتون میاد، خوشحالم میکنید که دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم روشن بکنید. من محتوای در رابطه با نرم افزار، سخت افزار و شبکه اینجا تولید میکنم. همین محتوایی که میبینید یه محتوای مختص ادمین شبکه که قطعا به کارشون میاد. اگر کسی رو میشناسید که توی سازمانی، ارگانی، هلپ دسک ادمین شبکه هست، کانال رو بهش معرفی کنید، این ویدیو رو واسش بفرستید، مطمئنم به کارش میاد و ازتون تشکر میکنه. منم ازتون ممنون میشم که این کار بکنید. بریم تو کامپیوتر. خب بریم با هم دیگه این موردی که توضیح دادم رو نشونتون بدم. ببینید، من واسه اینکه بتونم شیرامو ببینم، میتونم بیام اینجا از کنسول fsmgmt.nsc استفاده بکنم. توی این کنسول کافیه بیاید توی قسمت شیرز، میبینید که درایف هاتون، درایف های اصلی کامپیوترتون با دالر ساین شیر شدن. این یه چیز عادیه که همه ویندوزا این رو دارن و خیلی هم بعضی وقتا به درد میخوره، ولی روی سری از کامپیوترهای خاص شبکه من به هر دلیلی نمیخوام اینا باشن. حالا چیکار میتونم بکنم؟ میتونید روی هر کدوم از اینا رایت کلیک کنید و استاپ شیرینگ رو بزنید. مثلا من میگم درایو سیم نمیخوام شیر بشه، استاپ شیرینگ رو میزنم، بهم پیغام میده که استاپ، این شیرینگ برای ادمنستریتیو پرپز ساخته شده و مطمئنی که نمیخوای این رو شیر بکنی؟ اگه مطمئنی یس رو بزن تا غیر فعال بکنم. خب دونه دونه میتونیم بیایم این کارو بکنیم. راه راحت تر و حرفه‌ای تر و درست تر اینه که من بیام اینا رو از داخل رجیستری غیر فعال بکنم، که حالا میخوام کارش رو بهتون یاد بدم چجوری میتونید این کار رو انجام بدیم. این روش رو شما میتونید با یک کلید رو همه کامپیوتراتون دیگه اجرا بکنید، بذارید با گروپ پالیسی تو کل سیستمتون، تو کل شبکه‌تون اجرا بشه. اگر ادمین شبکه باشید میفهمید که اونجا چقدر حرفه‌ای‌تر و به درد بخورتره. چیکار میکنم؟ رجدیتو باز میکنم. خب به این مسیری که میگم میریم، وارد HK Local Machine میشیم، وارد سیستم، Current Control Set، خیلی از تنظیمات ما توی این قسمت دیگه خودمون میدونیم، وارد سرویسز میشیم، اینجا میایید پایین تا به لندمن سرویس برسیم، لندمن سرور، وارد لندمن سرور میشیم، توی قسمت پارامیترز اینجا یه دونه کلید جدید باید بسازیم. اینجا رایت کلیک میکنید، یک نیو، یه دیورد 32 بیتی میسازید، اسمشو دقیقا باید این چیزی که میگم بذارید، اوتو شیر WKS به همین ترتیب، و مقدارش هم باید برابر صفر باشه. پیشفرض صفره، حالا اگه خواستید بتونید یک و صفرش بذارید که فعال یا غیر فعال بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، باید سرویس سرورمون رو ریستارت کنیم. اینجا رو قشنگ دقت کنید، میام دوباره ران رو باز میکنم، اینجا تایپ میکنم services.msc. از راه های دیگه هم میتونید به اینجا دسترسی پیدا کنید دیگه.
یه سرویسی داریم به اسم سرور. ببینید این سرویس بازش میکنم، نگاه کنید دقیقا زده لندمن سرور، همون جایی که الان ما رفتیم تغییرات دادیم. شاید توی اینترنت برید بخونید گفته باشه اصلا بیا اینو استوب کن کاملا، ولی و مشکل حل میشه. دقت کنید اگر اینو استوب کنید کلا شیرینگ این کامپیوتر رو از کار میندازید، یعنی همه چیز شیرش از بین میره، دیگه خودتون هم نمیتونید چیزی شیر بکنید. این روش درستی اصلا نیستا، حواستون باشه. من بعد از اینکه این رو تغییر دادم باید بیام یه بار این سرویسم رو ریستارت کنم، یه بار اینجا روش رایت کلیک کنم و بگم ریستارت بشه. بعد از اینکه ریستارت کردم این صفحه رو ریفرش میکنم، همونجوری که می‌بینید شیرینگای من مونده، چیزایی که خودم شیر کردم باقی مونده، ولی شیرینگای پیش‌فرض من که $30 و اینجور چیزا بود از بین رفت. حالا اگه خواستید دوباره برش گردونید کافیه فقط این مقدارش رو برابر یک قرار بدید و دوباره یه بار دیگه سرویسم رو ریستارت میکنم. دوباره میام اینجا F5، میبینید که همه اونا برگشت. پس به این طریق شما میتونید تمام شیرینگ های پیشفرض ویندوز رو حذف بکنید یا بذارید همچنان بمونه. باز تاکید میکنم خیلی جاها امکان داره سایت ها گفته باشم بیایید کلا این سرویس رو استوب کنید. اولا که این سرویس رو استوب که بکنید دوباره سریع خودش فعال میشه، خب، ولی میتونید بیایید اینجا پراپرتیز بزنید، این رو از حالت اتوماتیک بذارید روی دیسیبل و دیگه استوب شده. حالا تو این حالت میام این صفحه رو ریفرش میکنم، میبینید کلا میگه اصلا سرویس شیرینگ غیر فعال شد، دیگه هیچ کس نمیتونه روی این کامپیوتر هیچی شیر کنه. پس این دوتا قضیه متفاوته، حواستون باشه. به عنوان ادمین شبکه از این سوتیا ندید که اوضاع وضعش وخیم میشه. من این رو دوباره میذارم روی اتوماتیک و سرویسش رو استارت میکنم، اینجا ریفرش میکنم، میبینید که همه چیز برگشت. خب یه نکته دیگه این که شاید شما نخواهید این همه مسیر حفظ بکنید و اینا، نرم افزارهایی هستن که این کار رو واسه تون انجام میدن. یکیش نرم افزار وینر و تویکره که من جداگونه واسه اش ویدیو گذاشتم، همه امکاناتشو گفتم. بریم با هم ببینیم این نرم افزار کجا میتونه این کار رو واسه تون انجام بده. یه قسمتی داره این نرم افزار به اسم نتورک. ببینید توی قسمت نتورکش یه گزینه‌ای داریم به اسم ادمنستریتیو شیرز. شما اگه بیاید اینجا این ادمنستریتیو شیر رو تیکش رو بردارید و ریبوت کنید دقیقا همین کار رو واسه تون انجام میده. پس این رو هم حواستون بهش باشه که میتونید از این جور نرم افزارها استفاده کنید. حالا من گزینه‌های مختلف این نرم افزارها رو سعی میکنم واسه ویدیو جداگونه بسازم، شما اون روش رو بدونید، از اینجا هم بدونید که میشه این کار رو انجام داد. خب اینم از این، امیدوارم که واقعا این آموزش به درتون خورده باشه و اگرم خودتون ادمین شبکه نیستید دونستنش خوبه واسه تون، شاید به درتون بخوره به کسی هم بتونید معرفیش بکنید. من سعی میکنم اینجا محتواهای نرم افزار، سخت افزار و شبکه رو بسازم. بحث شبکه یه ذره بحث پیچیده تریه که شاید به درد همه نخوره، شاید ویدیوش مقدارش کمتر باشه، ولی حتما تولید میکنم چون میدونم طرفدارهای خودشو داره. اگه این سبک محتوا رو دوست دارید حتما ویدیو رو لایکش بکنید، برامون کامنت بذارید، نظرتون رو بگید. اگه راه دیگه‌ای بلد هستید شما توی کامنت ها بگید و اگه ویدیویی در رابطه با شبکه هست که فکر میکنید باید درستش بکنم بهم بگید، حتما براتون آموزش رو میسازم. مرسی، فعلا خدا نگهدار.